سلام برای یوتیوب سال اقتصادی هستم امیدوارم روز خوبی داشته باشین این ویدیوی ویدیو بیزنسیه خیلی راجع راجه ویدیو بیزنسی بیزنسی خواستین گفتم بهتون بگم اولین چی تمام کسایی که تو این ویدیو میگم نظر شخصی منه خودتون میخواین ریسرچ کنین میخواین اصلا گوش ندین چیزی من کار کرده چیزی من فکر میکنم بعد اینجوری باشه یه خودتون میدونید من فقط انجام میشم نظر شخصیمو واقعا آنست چیزی که تو مغزم میاد و میگم بدون سانسور ریزالتش هم فعلا خوب بوده یعنی کنار خیابون ما نمیخوابیم آقا میخوام راجع به این جمله صحبت کنم که هر وقت جلوی زرر رو بگیری منفعته یا یکی دیگه نمیدونم ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است یکی تو اون ماهی ها حتی به ما زیاد رب نره به اون که ببین این داستان داستان حالا اون شخصی میگم چون اگه من چیزی که دارم توضیح میدم یه موضوع شخصی هم داشته باشم من اون آخریه رو میگم که برای بچه ها چششون باز بشه و راحت تر بتونه دیده بشه به عنوان اینکه مثلا بخوام به کسی قولی بزنم یا اینا نیستش این دارم داستان که الان میگم داستان قلندر ادیتور قبلی و در واقع امین منیجر جدید چون در واقع قلندر کارش manage/ سلش ادیتینگ بود یعنی هم منیجر بود هم ادیتور بود امین I mean, هم چیزی نیست من سه ماه پیش از دست قلندر شاکی شده بودم که دیگه می داره بد کار میکنه چون چند بار چیزی باید آدم چای میکنی هی hey, متوجه میشی که اشتباه میکنه ولی خب من چون واقعا جدی دارم چون آدم خیلی مهربونی و درم واسه آدم میسوزه همیشه میخوام بهشون یه شانس بیشتر بدم که بیا برو جلو مثلا حالا یه بار اشتباه کردید الان بچه ای عمت مرده دو سخت با کرده هر داستان داری خلاص من همیشه سعی میکنم که مثلا هی بگم که یه دلیلی داشته یا رو اشتباه کرده و خوش درست میکنه چون مثلا کور که نیست بعد ببینه چه جای خوبیه داره اتفاق خوب داره میفته و آیند ب... در واقع بودم طرف باید بتونه آینده رو ببینه دیگه لازم باشه من بهش بگم خوش بتونه آینده رو ببینه خب این این داستان من بود حالا چجوری شد من قرار بود مثلا یه سری خب کارا کنی ببینید چجوری میتونی بهتر بشی من که میدن خب ما که این همه ویدیو درست میکنیم خب توی ویدیو هم سحنه هست که مثلا خنددار باشه یا آموزنده باشه یا جالب باشه میگفتم که لطفا اگه میشه این ویدیو ها رو تیکه تیکه کن وقتی که یه ویدیو رو ادیت میکنی سه تا شرت ما شورت بفرست که من اینا رو بتونم مثلا تو اینستاگرام و اینا کنم نمی‌کنه بعد میگم دادا این کارو بکن دوباره نمی‌کنه بهونه میورد این چیز جالبی توش نبود اینو باید همه‌شو ببینید جالب باشه امروز سخت بود امروز دو, دو تا کار داشتم وقت نمیشد باید یا اینو درست می‌کردم یه فیلم بعدی رو ادیت می‌کردم ترجیحاً هدف یه بهونه ای بود یه روز اومدم گفتم که آقا یکی رو پیدا کن ما انقدر پول میدیم که تو وقتی ویدیو رو درست کردی همون بفرستی واسه اون آدمه اون آدمه هم صدا شد درست کنه تو اینا رو برسونی دست من چقدر میخوای پول بدی انقدر خب انقدر بده خودم میکنم اوکی خودت بکن اونو میدادم باز نمیکرد بعد این عجب بدبختی گیر افتادیم و هر دفعه یه داستانی بود و هر دفعه میگفتیم خیلی آماده بود که نه قبلی که دادم آپلود نکردی فلان مثلا آقا یعنی چی تو بعد هر دفعه ویدیو آپلود میشه بقاچم یه دونه فولدر باشه توش سه تا شورت باشه دیگه من با اونو چیکار میکنم به شما ربطی نداره ولی در اصل میگم هیچ وقت نشد 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 منم هی کوتا می هی کوتا می هی کوتا می هی میگفتم که نه مثلا این همه مثلا با هم بزرگ شدیم به قول شش ماه زحمت میکشیم فلان مثلا هیف مثلا قاطیش کنیم و از این حرفا بیشترش هم ترس شخصی بود دیگه چون من دوباره برم یه ادیتور ای جدید پیدا کنم مرجع پیدا کنم میدونی پول میخوای بفرستی میخوای اعتماد داشته باشی دوباره بعد این کارا بکنی راحت نیست آدم جایی که از کلا راحته تا این داستان محس خانم اتفاق افتاد که اصلا دیگه قلندر زد سخم تبدیل رو پایین به بهونه این که آقا اینترنت ها قطعه خب ما هم که نمیدونیم خبر نداریم گفتیم قبول اینترنت ها قطعه وایستادیم یه مثلا چمک گذشت و یه ماه شد یه ماه و نیم شد دیگه دیدیم ما هر کیو که از ایران میشناختیم یعنی مثلا یارو که فقط از تکنولوژی یه دونه تلفن می داره هیچ دیگه نمیدونه گوگل نمیدونه چیه از اون داره به ما تلفن میزنه با همه چی از فیستان گرفته تلگرام واتساب نمیدونم اینستاگرام بعد میام خب اگه همه وسن چرا این آدم ما هنوز وصل نیست و تازه آدم ما باید تکنولوژی باشه من فکر میکنم اگه همه قط باشن این بتونه وصل باشه چون امیدی داشتم من اینجا دیگه چیزم شد مهربونی گفت بیخیال شو تجربه گفتش که نه این داره همون داستان همیشگی داره پیش میاد که تو توی یه جایی که هستی میدونی اشتباه چیه رو ول نمی کنی همونجا میمونی و بالاخره اون اشتباه تو رو از بین میبره یا اشتباه خودش میره مثلا یهو آریم میگه که دیگه من نمیخوام کار کنم یا مثلا میمیره و من مجبور که حالا دارم بعد همیشه خوشحال میشه بعد اینه که به خودم گفتم گفتم دیگه سوال تو دیگه خیلی تجربه داری اگه بخواد دوباره گم بزنی یهو به قلندر گفتم که دادا من دیگه نمیخوام با تو کار کنم تمومش کن بنده هم خیلی چیز کرد که مثلا نه بابا اینجوری نیست و تو الان یه قاطی کردی ما با همیم و با هم کار میکنیم و اینا گفتم نداده من نمیخوام با تو کار کنم تو کاملا نمیتونی چند بار ازت خواستم بدم کن گفت نه 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 قول میدم قول میدم قول میدم, قول میدم فلان هی گفته گفت ما هم گفتیم نه خلاصه گفتم نه و تموم شد کاملا یعنی من بیخیال شدم بعد حالا الان بیخیال شدم هیچ کسی ندارم یه دونه ادیتور بیشتر وجود نداره همه کارم خودم رو بکنم اینجوری تو, این م... تو این, موقعیت هم اصلا خوشحال نیستم تو همین فاصله یه و شانسی امین مسیج میزنه که سوهل بیا من اینکه کانالتو میخوام را بندازم الان من شیش ماه نیستم شیش ماه آپلود نشده بیا آقا من آیدیا دارم و فلان بسار گفتم شو با همین رفتیم جلو و یه خانومی هم از اینا به من مسیج زد که من کارای شما رو دیدم و شنیدم تو ویدیو میگی مثلا منیجر میخوایی که میخوای کمکت کنه اینا من میخوام کمکت کنم گفتم خب دمت خانمه اومد و خیلی چند روز هر روز زنگ میزد و صحبت میکرد اینا بعدش فهمیدم که خیلی خوب نیست چون مثلا آیده اولین بود که تو بیا پول بده من که بفرستم مدرسه یه سال دو سال ویدیو درست کردن یاد بگیره بعد از دو سال بیاد بیرون برای تو کار کنه کامل حقوقش هم ماهیونه بده ببین مثلا اصلا, اصلاً ایده انقدر کسخلانه و احمقانه بود اصلا من پاشیدم گفتم دود نگاه کن به این قلندر گفتیم بره نگاه کن کی دو خیابونه همونجا به کالو اند میگه تقریبا همونجا اند شد یعنی هم آخرین بار تقریبا که من دیگه باش آخرین بار که من با جدی رفتم هم بود اون یکی دو بار دیگه مسیج زد و برشم اصلا کاملا غیب شد یعنی فقط دو بار مسیج زد دیدم جواب دیگه اصلا رفت گفت اوکی خدافظ یعنی چه شانسی بردم با این کانکت نشدم خودم خیلی خوب خودم میکنم یه دونه برای عکسیم که الان ادیت میکنه مصطفی است در میگم مصطفی خیلی پسر خوبیه و اینا من مصطفی همیشه به قول معروف بکاپ بود قلندر اصلی بود هر من چیزی میخواستم زیادتر بود اینا میدادم به مصطفی مصطفی ضعفی که داره انگلیسی بلد نیست قلندر بلد بود هم که افتاده بود این ویدیو آخر من همش با النا بود فقط خود قلندر میتوس ادیت کنه که مثلا یکی از ویدیو رو مثلا سه ماه یا چهار ماه طول داد تا کنه چهار ماه فکر کن من ویدیو تابستون گرفتم زمستون بهم داده خلاصه دیگه من میگم مثلا به اینجا رسیده بود ویدیو آخر که ازش گرفتم همین انگلیسی هر که گرفتم کدام دیگه نمیخوام کار کنم دیگه آقا بیخیالشی مثلا شما برو دنبال کار خود منم دنبال کار خودم از اون روز فقط و فقط بهتر شدیم یکی زنگ زد شانسی ها. ببین شانس ها میگم دنیا روی سیستم کار میکنه الکی نمیگم خودش یکی که آقا من میخوام برای ویدیو شورت درست کنم پول میدی گفتم ببین راستش بخوای نه پول نمیدم چون پول دادم جلو نمیره من نمیتونم کیفیت کار تو بشم حرف نگاه کنم کونم صحنه میکشی بیرون اگه پول بدم میری دقیقه 15 رو میکشی بیرون من نمیدونم خوبه بدت میدونی گفتم من پول نمیدم اگه دوست داری بیا بشین شورت درست کن شورت ها رو میذاریم رو اینستاگرام هر وقت اینستاگرام به 50 تا فالوور رسید من یه حالی بد میدم اون موقع گفتم 5 میلیون 10 میلیون بد میدم حالا تو اون رنجا میتونه 3 میلیون باشه میشه 12 میلیون باشه نگفتم عدد هم گفتم یه پولی اون موقع بد میدم بستگی به سیچویشن داره ببینم چه چه جوریه داستان یه پولی بد میدم حسینم که خیلی وقت باشیم یه ویدیو باش گرفتیم کردن حسینم که خیلی وقت با اونه اونم که داره به اون حال میده خب دو نفر که شروع کردن شورت زدن امین اومد تو داستان خودش سه تا ادیتور آورد گفت بیا من دیگه هرچی بخوام ویدیومون هم رفته بالا مصطفی به امین کنکت کردم دیگه امین همه ویدیو رو میده به مصطفی مصطفی میرسونه ویدیو بعدی میده بهش هر وقتم دیگه بخواد بریک کسی بگیره میتونه امین خودش حواسش از چهار تا هستن کسی به قول معروف خسته نمیشه سنگین نمیشه احساس میکنه که او من بعد 24 ساعت کار کنم از این کسی هم که دلش میخواد 24 ساعت کار کنه ویدیو میرسونه ویدیو میگیره ویدیو میرسونه ویدیو میگیره ویدیو, می ویدیو رو بگیره نرسونه ویدیو دیگه نمیگیره خیلی ساده است حالا امین اومده من به قلندر پول خوبی میدادم خدا وکیلی چون جو جایی که من معذر من, من بود ها برای سرویسی که میگرفتیم که نه برای سرویسی که میخواستیم بگیریم پول خوب میدادم برای کاری که قلندر میداد واقعا اصلا ارزش نداشت کاری که پولی که من میدادم خیلی زیاد میدادم امین اومد تو بازی گفتم امین من بهت پول نمیتونم بدم یا فکر مثلا امین اینو گفت نمیدونم هم نمیاد نه من گفتم من پول بد نمیتونم بدم برای اینکه من میخوام ریزالت ببینم میخوام نتیجه ببینم شما بیا ده درصد یوتیوب سوال اخ... سوال ریاکشن رو بگیر تو اون ده درصدش رو شما چون کن کار کردن همون کاری که خود گفتی اگه کانال گنده شد پول در آورد شما پول در نه کانال افتاده هیچ کاری نمیکنه همونی که هست خب الان کانال رفته جلو از این حرفا بعد تو همین فاصله خب ما شروع کردیم یه ویدیو دادیم بیرون که آقا بچه چون خیلی بچه ها سوال از من زیاد هست گفتیم آقا ما ساعتی 200 دلار میگیریم میشیم باهاتون صحبت میکنیم راجع به زندگی یا بیزنستون خب بچه هم چندین نفر اومدن به قول معروف ساین اپ کردن و من چون با امین تو با امین این وال بود گفتم امین من میفهمم آدم رو پیش شما شما باشون حرف بزن ستاپ کن برس به حرفاشون ایمیلشون رو جواب بده در اضایه اینم همون در درصد رو پیاده میکنیم خب امین هم گفت قبوله امین که هر روز میره کار میکنه چندین ساعت هفته شیش روز ماهی زیر پنی میلیون حقوق میگیره خب این حقوق امینه توی ماه اولی هم که اومد برای من کار کرد قرار بود یک دلار نگیره چون درآمد یوتیوب وقتی که امین اومد چهار دلار بود یعنی امین ده برابرشم هم که میکرد میشد چه دلار در درصد در امین میشد چهار دلار چهار دلار میشه چه میدونم سه هزار تومن پس امین یا دیویس هزار تومن امین برای دیویس هزار تومن اومد کار کرد ولی نه برای اینکه دیویس هزار تومن بگیره اومد میدونست دارم مثل سگ کار میکنم ولی آخر ماه بهترین حالت 200 هزار تومن میگیرم دو تا حالت میشه نره یا امین کسخله یا امین باهوشه امین باهوشه چرا چون امین داره آینده رو نگاه میکنه میگه من که اینجا هستم الان امین 18 سالشه میگه من که اینجا هستم 22 سالگی خب من 4 سال اینجا با این حال میکنم بعد تا سناریو با سهر گفتیم خندیدیم با دو تا آدم معروف کانکتش کردم با سپر فیس کرده با چند تا آدم دیگه که ویدیوشون قرار میاد بیرون رفته مثلا دیده کار جالبی انجام داده که خیلی آدمو آرزوشونه شاید مثلا این کارو بکنن خب پس این باخت امینه بردش هم که آقا ما موفق شدیم داریم چهار سال دیگه یوتیوب داره ماهی چند هزار دلار میزنه امین هم نشسته داره فلان قد پول درمیاره خب پس امین با این آیدیا اومد جلو این به باهوش توی ماه اول سر ویدیو سوالا زیاد بود سوالا زیاد بود ما با گفتیم آقا سوال میخوایم بپرسیم ساعتی پول میگیریم ساعتی یه بیزنس جدید شروع شد تقریبا تو خورد ماه اول حقوق امین از ده میلیون بیشتر شد یعنی به این فکر بکن قرار بود 200 هزار تومن در بیاره با دل جون کار کرد شانس هم زد تو همون ماه اول بالای ده میلیون در ورد یعنی حقوق بالای سه ماه خودش رو در آورد یعنی اگه سه ماه با من کار کنه میتونه نه ماه کار نکنه براش به خاطر این اتفاق افتاد به خاطر اینکه اومد گفت من میخوام کار کنم کار رو ببرم بالا نه اینکه من چقدر میتونم از سوهل بتیغم اگه با اینکه بیاد چقدر از سوال میتونم بتیغم میتونست یه مقداری به در بیارم. من نمیدونم چقدر ولی قول بهت میدم انقدری که الان بود نبود اگه امین می اومد میگفت من میخوام کار کنم ما ماه پیش 15 تا ویدیو دادیم من اگه بشوندم ویدیویی بهت چه میدونم 200 هزار من دیوونه 200 تومن میدم که تو برو مثلا پیدا کن چه میدونم ورزشای خنده دارم سگای خنده دار پیدا کن بیا 15 تا ویدیو میشه 1.5 میلیون 1.5 میلیون امین گرفته بود منم سوارش بودم میگفتم گوشکش کار کردی زحمت کشیدی نه پول تو گرفتی با هم صحبت کردیم گفتم چقدر میخوای گفتی 150 من گفتم 70 تو گفتی 120 من گفتم 90 تو گفتی 100 گفتم قبوله پس نرخ تو خود اعلام کردی 100 تا پس تو دیگه الان کارگر منی با هم سگ کار کنی چرا ویدیو کیری بود بعد امین بهش بر میخورد رابطه ما اگه یه ماه به گانه میرفت 100 درصد یه سال دیگه به گانه میرفت ولی الان امین وقتی داره مجانی کار میکنه من دیگه به چشم یه دونه همکار میبینمش به چشم یه پارتنر میبینمش وقتی زنگ میزنه میگه یه ایده خوب دارم گوش میدم هیجانی میشم وقتی یه ایده خوب میبینم بهش توضیح میدم که بتونه خوش و بهتر کن تو کار خودش چون اگه امین بره یه کاری بکنه که ما ویومون بره بالا ما زودتر قوی میشیم جفتمون میبریم ولی اگه امین داره بغل نشسته فقط داره میتیقه منو من یه روزی امینو میندازم زمین بعد امینن دیگه نمیتونه به نفر بعدی رو بدیقه چون تو اپورتونیتی خاص هر روز به وجود نمیاد اینجوریه که هر روز یه نفر بیاد شاید دوباره اتفاق بیفته نمیگم نتونه ولی اگه مثلا 100 تا در باشه از من جدا بشن 10 تاشون دوباره میتونن به یکی بشن که زندگیشون بره جلو نه یکیشون میتونه ولی مطمئنم باش 40 تاشون نمیتونه 100 درصد باش که نمیتونن همشون موفق باشن دوباره پس تو در واقع یه جای بودی که میتونستی خودتو موفق کنی به خاطر بچگی به خاطر اشتباه به خاطر نادونی از خودت اینو میگیری بعد در آینده میگی طرف میخواست منو بچاپه طرف میخواست من کار کنم واسه هیچی الان امین میتونه بره بگه دیگه آدم تخمیه پول داره ولی به من گفته مجانی باید کار کنی این چاقال میخواد از همه بتیقه حرفش هم درسته ولی اومد با این سناریو جلو الان خودش هیجان داره خودش خوشحاله چون میگه من اومدم یه ما پولش سه ماهونی منو او در آوردم یعنی من تو سه ماهونی یه دلار پی نشم اوکی ام آلردی میدونه که مثلا ماه دیگه دوباره آلردی الان همین الان ماه دیگه شروع نشده ماه دیگه حتی چرا شروع شده چون ما 25 ام کات میکنیم دو روز شروع شده توی دو روز الان امین آلردی 4 میلیون رد کرده تو دو, دو روز کات امین الان 4 میلیون رد کرده یعنی اگه ما تو آخر ماه هیچ کاری دیگه نکنیم 5 ماه امین از کاری که روزی میرفته 8 ساعت و 10 ساعت با روندگیش بذاری توش کار میکرده هفته 6 روز یعنی هفته 60 ساعتشو کرده شبی با من 3 4 ساعت گپ میزنه هر شب هم نیست بگو 5 15 ساعت با من کار میکنه یعنی 25 درصد کمتر از چیزش بعد با من که حرف میزنه میتونه آب بره بخوره میتونه گل بزنه میتونه مشروب بخوره میتونه بگه آقا من روز خستم میخوام بخوابم میگم برو بخواب عزیزم یعنی با رفاه داره کار میکنه 25 درصد 5 برابر 6 برابر داره پول در میاره ولی وقتی اومد تو کار با ان اومد تو این قرار بود هیچ چی نگیره بعد تازه تو بیا الان مقایسه کن قلنده رو با امین قلندر ادیتینگ بلد بود عالی قلندر امین بلد نیست تخمی یعنی اون یه راه دو راه داشت از من پول در بیاره راه تخمیش ادیتوریش بود راه باهوشش منیجریش بود اون اگه من منو قوی تر میکرد و میتونست یه درسی که من در بیاره خیلی میتونست بهتر بشه ولی اون راه تخمیه رو رفت جلو منم تو زندگی این اشتباه رو کردم اون لحظه چیز کوچیکتر رو میبینی میدی جلو من دلیلی که این کار کردم چون آدم دارم چجور میگم فرصت طلبی نیستم مثلا اگه ببینم یه نفر داره یه کاری میکنه نمیرم بچستم بهش که منم بکنم به غرورم برمیخوره واسه همین میگه آقا من کاری ندارم تو داری مثلا فلان کار میکنی من الان مزدمو بده من 100 دلار میگیرم میام اینجا یه ساعت اینجا رو جارو میکنم میرم چون هر وقت حکی من گفته آقا من به دو درصد میدم 100 درصد میدم دو تا تو بشه نمیشه نیافتاده یا یارو به گار رفته که گفته که خب آقا ندارم دیگه بدم یا موفق شده بار پیچونده میگه من دیگه مامان برو دنبال بیا دنبال پولت برو ثابت کن من به تو گفتم به تو فلان درصد میدم حالا برو بگیر میدونی هیچ وقت آنست نبودن با من آدم ها من سر این اشتباه کردم ولی تو آدم های جوون تو سن امین و اینا دیگه شما نباید اشتباه بکنی شما باید دنبال این باشین که مجانی هستن کار کنین اگر آینده ای توش میبینی اگه یکی بهت میگه مثلا بیا چه میدونم آب بکش از این جوب بریز توی این باغچه شاید تو آینده نمیدونی من ده سال میکنم کنم این چه اتفاق نمیفته تو هی میزنی اینجا آخر پرتغال میدونی پرتغال میدونی میفوشی دیگه من, من چیکار داره ولی اگه تو ببینی که یارو بچه نداره بعد میگه من دومان کم که میخوام باقا دستش بعد تو میگه خواهر من پنج سال اینجا مجانی کار میکنم از پرتغالم هم غذا میخورم بعد از پنج سال که یارو رو سرشگاه زمین میده به من, من دیگه کسی نهره که بده کسی خود رو کنه بعد یه سلام به یارو میگی میگی میشونه بنویسی که تو میدی مزه تو به من اونم میگه آره من دیدم تو کار کردی مینویسم که من مردم اگه تو قول بدی تو 10 سال دیگه اینجا درخت پرتقال بده بقی همه چی مال تو ولی یکی بره نه آقا من الان میخوام شب برم سیگارمو بکشم به من پول بده خاله خب برو گمش میدی گمش میبینی ولی این یارو 5 سال سیگار نمیکشه بعد از 5 تا آخر عمرش دیگه پارتی میکنه خلاص این یکی کلاس های بیزنسی من بود نمیدونم میشه 103 104 هر کدومش که اگه خواستی بینید قبلیش هم ببینین چیزاشو میزنم این بالا خب حالا بچه ها چون الان خود امینم روی خط داریم من یه سال ازش میبرسم که ببینیم مغز خود یه جوون چی رو میگه چقدر تب. چون اینو میدیم که دیگه تجربهش از خیلی از شما ها بیشتر نیست در لبل خودتون با باشه امین شما چی شد که اومدی برای دیویس هزار دلار دیویس هزار تومن در ماه حاضر شدی تقریبا هر روز کار کنی؟ ببخشید قبل از که جواب بدی الان ده روز شروع کردیم به هر روز ویدیو گوشن تو اینستاگرام از همین شورت ها اه... یه نفر دیگه پیدا شده اه... تیک تاک رو داره برامون زحمتش رو میکشه یعنی انقدر شده خوب اتفاق افتاده و فقط و فقط به خاطر اینکه من از قلندر جدا شدم چون من اگه جدا نمی شدم اگه میگفتم میکرو گرفتم گوشم تیک -تاک، بعد اون ویدیو نمیفرستاد تیک از بین میرفت بعد اگه میگفتم میخوام به یار تیک تاک پول بدم میگو پولشو بده به من بعد اگه پولشو میخوام نمیدم به تو ناراحت میشد میدونی می من راحت نمیدم برم یکی پیدا کنم ولی الان اصلا یه ریلکس شدم و تنها کسی رو که دوست داشتم و هنوزم دوست دوستش دارم یعنی و... فکر نکنم من اصلا عادتش ناراحت یا شاکی ام از نظر بیزنسی ضربه خورد بیزنس به خاطر اعتماد علکی من و من این روز بهش گفتم گفتم من یه آدمی که آدم مهربونی ام به آدما اعتماد میکنم امیدوارم تو منو نگایی ولی مطمئنم که میگایی یه روزی و بهت میگم کی بود روزی هم که گاید بهش گفتم همون روز بهش گفتم میگم نمیخوام بهت کنم گفتم بهت گفتم نمیخوام یه روزی منو گایی ولی گایدی اونم میگه من میخوام کاری نکنم ولی کردی از اون روزی که ما اینو درست کردیم دو هفته هم هستش دارم میگم 15 درصد فالوورم رفته بالا یعنی 27000 تا شده 31000 تا خیلیه ها دارم بهت میگم من دو سال بود سعی کردم و فقط یا مستقیم میشد یا میرفت پایین اصلا به راحتی نمیرفت بالا خیلی مردم شما شالا سخت دکمه فالو رو میزنیم ولی به خاطر همین کارو الان میگم داره نتیجه داری دارین بینی به چشم فالوور سهیل از 5 شد 7500 فالوور فالوور اون کی کانال داره میرسه یعنی همین کانال داره میرسه به 20000 دمتون گرم اینستاگرام 30000 رد کرد وقتی ما تو 20000 بودیم میبینی فقط جای خوب و خوب داره اتفاق میفته و این آدم با دیوی هزار تومن اومد تو مغزش این همه خوبی ها انجام داد حالا میخواد دهن خودش بشم که امین چرا با دیوی هزار تومن حاضر شدی یه توضیح برامون بده من فکر بسم الله الرحمن الرحیم نگی کسی نمیشه فکر چی گوش کش فکر فکر تو شروع کن مؤدب باش بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفرمایید آره من به این فکر میکنم همیشه که اول درسته برای پولو رو در باید بردن باید تلاشتو بکنی اوکی؟ خب تلاش نکنی نمیشه ولی تو بغل تلاش داری حرکتی که شروع میکنی به خاطر پول نباید شروع کنی چرا؟ چون پول مثل یه بچه میمونه که تو میخوای باش بازی کنی وقتی دنبالش بدوی اون فرار میکنه اوکی؟ وقتی فاکنون فرار کنه تو هیچ وقت بهش نمیرسی برای این تو به فکر پیشرفت میری تو کار تلاش میکنی پول خودش میاد سمته این خیلی حرف جالبه من تا بهش اینجوری فکر نکرده بودم واقعا راست میگی نه من فکرم میخواد بگی باید دنبال پول بوده ای تا بهش برسی تو میگه اگه دنبالش بوده ای فرار میکنه اتفاقا تو باید کارتو بکنی و پول خودش میاد چقدر حرف جالبی آره دیگه فکر کن مثلا این رو نگاه کن فکر کن من میمونم روز اولی که من تو بفرمایشم رفتم دیده شدم افرش من آقا من پول میگیرم با تو حرف میزنم خدایی یه نفر نمیومد یعنی یه نفرم نمیومد ولی چون رفتم توی کار همینجوری نشستیم مجانی نواسه پول نشستیم مجانی ویدیو درست کردیم عجیبا پول دادیم وسیله گرفتیم ستاپ کردیم گذاشتیم خودش رفت جلو رفت جلو رف جل رف. بعد مردم اومدن آقا چی شما هم گذاشتیم بعد مثلا یه راه باری که از اون باز شد مثلا یه بیزنس جدید میدونی این خیلی جالبه یه حرفش خیلی قشنگ بود که نه باید دنبال پول بدویی تو باید دنبال خوبی کردن باشی دنبال بهتر کردن باشی و وقتی که ذات دیده بشه تو همه کارا موفق میشی چه میخوای سخت درست کن باشی چه میخوای چمنزن باشی چه میخوای کدر مثلا سافر باشی آره قلندر که کرد برای پیشرفت اون حرفش درسته برای بیزنس اومده بود که پول دراره خب و ادیت میزد پولش رو میگرفت ولی من به این فکر نمیکنم من به این فکر میکنم که اوکی من برای همچین چیزی که الان دستمه باید تلاش کنم که یه روزی نتیجه بگیره و منم نتیجه کارم رو بگیرم او برای بس فقط هم بتون بگم اینو برای امینا دارم میگم خیلی از سوهیلام کونیه یعنی میاد به تو میگه میگه ببین بیا اینو را من وقتی موفق شدیم درسش مال تو بعد که موفق میشی میشونت میگه ببین من مثلا میگم ها الان امین حاضر برای مثلا این مثلا بفهمی من وقتی میگم مثلا مثلا خب من کلید به من میکنم که نه تو عدد گفت ببین فرض کن امین الان حاضر واسه من دو میلیون تومن بگیره کار کنه و میگم آقا امین دو میلیون بدم تو واسه من مثل سگ چون نمیخوام نورمال کار کنم واسه سگ کار کنی همین من برای دو میلیون مثل سگ کار میکنم خب میگیم پنج که خود بشه داشت من برای پنج میلیون مثل سگ هزارم کار کنم میام قبوله من میام بهش میدم این پول رو بعد دو سال دیگه معروف میشیم همینم هم پنجشون میکنم هفت ها میکنم نه ده همین خوشحاله میگه حقوقم دو برابر شده منم دارم دیگه هم اشغال میکنم درآمد از چهار دلار شده ده هزار دلار خب این یه سناریو بعد من میام به امین میگم که امین من به تو چی پول نمیدم بیا بیزنس رو بسازیم امینم میگه قبوله جفت ما میدونیم که ارزش کار امین 5 میلیونه من میدونم ماهی دارم 5 میلیون ضرر میکنه سود دارم میکنم که امین ازم پول نمیگیره امین هم تو مخ خودش داره ماهی 5 میلیون ضرر میکنه که میگه که در آینده میگیرم بعد دو سال میگذره بیزنس ما معروف میشه موفق میشیم میشه ماهی 10000 دلار 10 در درصد در امین میشه 1000 دلار 1000 دلار با دلار امروز میشه 55 میلیون تومان خب من من دو سال میگذره میگه خب همین بیا بیزنس شروع کن پول در بودم بیا سهم تو بعد ما اولش 55 میلیون میدم ما دوم بهش 55 میلیون میدم ما سوم که میام بهش میدم میگم دود این که ارزش کارش 5 میلیونه منم که ندارم بهش 10 میلیون مثلا بخوام تشویش بدم الان تو سه ماه گذشته من به این یارو 150 میلیون پول دادم این کل دو سال اگه میخواست با این ماه 5 میلیون از من بگیره میشد چقدر میشه میشد 60 120 میلیون هولش میشه 120 میلیون من تو سماه ماه گذشته به 155 میلیون دادم پس من دیگه به و بدهکاری ندارم بیشترم دوز بهش پول دادم امین میخوام باید حرف بزنم چیه دادا دادا چی میخوام من برام نمیارزه 155 میلیون بدم یه منیجر داشته باشم با 155 میلیون الان میتونم هفت تا منیجر استخدام کنم دو تا فول تایم هم ادیتور بگیرم برای همین توری واسه من نمیارزی اینم باید حواستون باشه حالا من امین امین از من چیزی نخواسته بنویسم چون من دیگه معروفم به چوپان راست یعنی اگه من قبلش درو بگم کیرم تو این دنیا ولی از سوهل های کونی بترسین چون یارو میاد اون لحظه که بیاد میگم واقعا رایت فولی یعنی نگاه که میکنه میگه چرا دارم به این امین چاقال من ماهی 155 میلیون میدم چیکار کرده دیگه دو تا آپلود زده خیلی راحت فراموش کردن دو سال سختی و زحمت و یه دیگه وقتی تو توش نبودی چی کار کرده دیگه قرار بود یه کامنت بذاره یه دونه ویدیو اپلود کنه یه استوری بکنه ریدن به آدما خیلی ساده است خیلی راحته واسه همین این موضوع هم حواستون باشه کسی با این داستان میره جلو می قبوله ولی بشین بنویس اینجا که من تا ده سال آینده ده درصد میگیرم فقط تو این سناریو تو میتونی من ات فایر بکنی اگه فایر بکنی باید هر ماهیو که مجانی کار کردم و به هم بدی 10 درصدش رو در آینده یعنی مثلا من اگه سال سوم تصمیم میگیرم امین رو اخراج کنم میگم خب امین تو سال اول تا دوم 24 ماه پول نگرفتی بر همین من این 24 ماه که پول نگرفتی و الان فایلت کردم و ولی 24 ماه آینده من هر ماه باید به تو 10 درصد رو بدم چون اون موقع بد ندادم الان بهت میدم ولی بعد 24 ماه دیگه برو دنبال کار خودت میدونی یه چیزی بنویس دنیا بالا پایین داره با الان من مشکل پیدا میکنن اینجوری نیست که همیشه خوب باشه و ما میگیم میخندیم و فلان بسا من دیگه فکر کنم اندازه کافی صحبت کردم دمتون گرم اگه کسی دوست داره وقتی بگیره چیزی تو دیسکریپشن هستش که با امی میتونین ستاپ کنین لطفا اگه میشه کامنت بذارین یه لایکی بزنین یه خود ما رو پوش کنه بیشتر این یوتیوب و اگر هم لطف میکنین کامنت میذارین یه کامنت انگلیسی هم بزنین که ما یه پاچه خالی کوچیکی از یوتیوب کرده باشیم که فکر کنم ما خیلی خفنیم دمتون گرم شب خوبی داشته باشین چاکس